با نام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. امیر امارات اسلامی در فرمان کشت کوکنار در افغانستان را مطلق منع کرد و گفته است هیچ کس نمیتواند برای کشت این بوته تلاش کند. در فرمانی که از سوی وزارت داخله منتشر شد آمده است با افراد متخلف مطابق شریعت برخورد خواهد شد و کشت آنان نیز نابود می شود. همزمان با این معاون دوم رئیس الوزرا از جامعه جهانی می خواهد در بخش کشت بدیل کوکنار و همچنان تداوی معتادان در افغانستان با دولت فعلی همکار باشند. در همین رابطه بیشتر بحث می کنند با مهمانان آقای نور احمد خالدی تحلیلگر مسائل سیاسی از استرالیا. در طول 7 ماه گذشته بعض زمزمه ها شنیده می شد که حکومت تازه افغانستان به نحو می خواهد که کشت تریاک را در افغانستان، کشت خشخاش را به نحو قانونی بسازه، امرای تعداد از شرکت های خارجی پیمان ببنده و بتان از این استفاده مفید بکنه. حالا اینکه به نحو دفتن به شکل مطلق تمامی کشت این بوته در افغانستان بند میشه، این مورد را چگونه بررسی میکنین؟ آیا در حال حاضر به این زودی ها میتونه بدیلش در افغانستان پیدا شود؟ سلام آقای احمدی، سلام به مهمانان شما و همچنان به بیننده های تلویزیون آریانا. نخیر، من این اعلامیه را چندان خوشبین نیستم و با نشر ازی به شکل شده هم موافق نیستم. اولی که در شریعت کدام حکم بر ضد تریاک وجود نداره. تریاک مانند چیز است، تنباکو است، در کدام حکم وجود نداره. در این مورد در طول تاریخ تریاک باعث ادویه استفاده شده در دولت های اسلامی، در امیرا، سلطانا، تمام چیزا به اصطلاح طبیبا از استفاده کردن برای صحت مردی مردم، بشه دوا کده یه چیز نبوده دیگه. شما یک کس را که تداوی میکنین در زمانی که پنیسیلین رو دیگه نباشه بیس میکنین، خواهده می تریاک بود استفاده میشد. ای به این شکلش ای را مطرح کردن درست نیست. دومی که تریاک، خب البته قاچاق تریاک، قاچاق ادویه مخدر در ذات خود امر غیر انسانی است، در این کسی هیچ شک ندارد. و اقتصاد سبب در افغانستان اگه اقتصاد مافیایی ایجاد شده بود. مشکل عمده در افغانستان چیست؟ مشکل افغانستان در اینجا ساختمان یک چیز مافیایی بود، یک اقتصاد مافیایی بود. این اقتصاد مافیایی را باید دولت طالبان زیبنا از این را بشکنانه. این با فرمانی که شما تریاک دیگه کش نکنین، این هم نمیشه. این یک تعداد زیاد مردم افغانستان را به فقر میبره. در این حالتی که ما به این فرمان ضرورت نداریم، در این حالتی که ما به بهبود اقتصاد افغانستان داریم، یگانه منبعی که یک کمی پول بر اقتصاد افغانستان میبود این رو شما از بین میبرید. در پالویش دنیا اصلا میفروشه، اصلی که میفروشه، مردم ها میرن میکشن. از جنگ اوکراین، امریکا و دیگه کشورها سوء استفاده میکنه، غیر همه روز اصلا میفروشه. آلمان 1 میلیارد دلار اصلا میخره از امریکا، این کلش مردم ها میکشه، این بر ضد بشر است. تریاک هم یکی از اون چیز هست که در از اون میتونه استفاده خوب شده، میتونه استفاده خراب شده. دولت طالبان رای آسان گرفت. این رای آسان رای حل نیست. رای مشکل باید بگیرن. رای دیر بگیرن که چگونه بستگی دهقان ما را به تریاک برای زندگی کردن تعویض کنن با دیگه محصولات. هیچ محصول زراعتی به اندازه تریاک آید نمیاره، به اندازه کوکنار آید برای یک فامیل دهقان در افغانستان نمیاره. شما این با این فرمان شما چی میکنین؟ دولت هم یک دولت پلیسی بسیار مطلق الان تبدیل میکنین که هر روز برن مردم بگیرن و کشته برن و دست بریده برن یا برن که ما تریاک منع کردیم. این خواه آسان است گفتنش.
اما زندگی مردم هم مهم است. این هم مهم ای بود که اما قسمی که شما گفتین در 7 ماه گذشته اگر دولت در تلاش این بود که الترناتیف ها پیدا میکرد، بدیل های پیدا میکرد که چگونه دهقان کمک کنه تا از فرو از مجبور نباشن خشخاش بکارن. ما اقتصاد مافیایی را باید بشکنانیم، ما قاچاق برار دستاش را باید کم کنیم، ما استفاده از دریا که به صورت صنعتی در افغانستان بسازیم. افغانستان کشور است که یگانه تولید است که داره در جهان خریدار داره، ما این را باید صنعتی بسازیم. سوال که تا حدود بر میگرده به شما، حداقل وقت در طول 20 سال گذشته با حمایت جامعه جهانی ما وقت نتانستیم استفاده مفید بکنیم از کشت کوکنار در افغانستان، پس از این چطور میتونیم؟ بله محترم، ما سخنهای محترم صادقی را تا حدودی تایید میکنم. بله ایتیاد، جلوگیری از ایتیاد و کمک به معتادین موضوع جداست. موضوعی است که دولت طالبا یا حکومت طالبا باید اولیت بده، حق اولیت بده. این موضوع را جدا میکنیم از موضوع کشت خشخاص به عنوان یک عنصر تولیدی در افغانستان و یک منبع عاید برای ملت افغانستان. این دو چیزی جداست. ما دولت طالبان در شرایط فعلی با از بازبین بودن فساد و مفسدین که در این مملکت معلوم الحال بودن، با فراری شدن از یا متواری شدن از یا، و میتونه در بهترین موقع داره که اقتصاد مافیایی را تخریب کنه، اساس بنیاد را از بین ببره. با بین بردن بنیاد یک مافیای اقتصادی، مافیای مواد مخدر، ما میتونیم بتونیم کمک برای جلوگیری از ایتیاد بکنیم، خرید و فروش و قاچاق و پش کردن تریاک بین جوانان و مردم از بین میره با راههایی که دولت میتونه اختیار کنه. در گذشته دولت فاسد نمیتونست این کار بکنه، اما این طالبان میتونن این کار بکنن. من امتیاز برشان میتونم که این قدرت دارن. اما در قسمت بدیل خشخاش، بله من میره در فکرم بود که زعفران یکی از بدیل هاست، دیگه موضوع پسته است، دیگه موضوع پنبه است، جلغوزه است. یا مثلا از پنبه نه تنها خودش استفاده میکنی، بلکه از روغن که میتونه از چیز پنبه استفاده شود، مورد استفاده قرار میگیره. ما از یعنی امکانات ازی وجود داره که به مرور زمانی کار صورت بگیره تا اقتصاد افغانستان یکی برهم نخوره. ما ایش در امروز این ضرورت نداریم که ما ضربه بزرگ اقتصادی به پای ملت خود بزنیم. ما سخنهای آقای قریشی بسیار مهم بود در قسمت ازی که در حدود 14% عاید ناخالص داخلی افغانستان از رای اینمی تولید و صادرات کوکنار حاصل میشه. شما یک دفعه میگیرین با یک فرمان 14% عاید مملکتان را شما قطع میکنین، شما در پاریس فکر کردین که راه حل چیست؟ نه، ما در حالی که تجارت قانونی افغانستان سربسته استاد است، بانک های ما چیز است، مسدود است، سیالت پولی ندارن، پول های بانک ها منجمد است در خارج، ما زیر فشار اروپا و امریکا تولید تریاک بند میکنیم. آیا ما میتونیم اروپا رو میگیم که شما اصلا نفروشین به این کشورهایی که در جنگ هستن؟ بله. اما تعداد از آگاهان در داخل هم به این باور هستن آقای خالدی که اگر امکان داره که با از دست دادن یاید میشه یک نسل از تباهی نجات بدیم، بهتر است که یاید نداشته باشه. نه، این رای میشه اشتباهی بسیار مردم افغانستان. این تولید زیادتر به خارج میره، 90% از این به خارج میره. یک بای پروداکت منفی از این، یک اثر جانبی از این بالای در افغانستان است. اما هم حتی از ایران و پاکستان که ما کمتر داریم در افغانستان.
و این ما بحث کردم اول موضوعی که در زیر حاکمیت طالبان چون یا قدرت از این دارن که این امی گسترش فروش قاچاق تریاک یا هروئین و بین جوان و جامعه بگیرن امی چیز مافیایی را شبکه مافیایی را ختم کنن ما او را میتونیم انجام بدیم گپیست که ما فعلا قابلت داریم در زمان حاکمیت قبلی که مافیا در دولت اشتراک داشت مافیای قاچاق مافیای تولید تریاک در دولت اشتراک داشت نمیتونستیم اما امروز ما میتونیم کی کار بکنیم بنابراین ما باید کمی عاقلانه فکر کنیم چیزی که به نفع افغانستان است فکر کنیم اولویت‌های خود را در نظر بگیریم آیا اعتیاد به تریاک چقدر در افغانستان چیز است عمومیت داره و این چیگونه ما میتونیم جلو بگیریم این علایده برنامه است برای این باید فکر جداگانه بکنیم داره و میتونه کمک بکنه حکومت تازه افغانستان همچنان دهاقین و بخش زراعت افغانستان که متضرر میشن از این ناحیه چقدر ملموس میدانین و چه کارهایی باید شوه؟ بسیار میتونم از کمک های بین‌المللی را در این قسمت پلان سازی شوه به طور مثال لابراتوارهای درست تهیه شوه در زیر نظارت دولت زیر نظارت بین‌المللی که از تریاک حاصلی افغانستان نه به صورت صنعتی بسته‌بندی کنه به صورت از این یک قلم صادراتی طبیعی افغانستان تبدیل کنه یک قلم صادراتی مشروع تبدیل کنه تمام دنیا از تریاک برای تبابت استفاده میکنن برای اگر ما اینجا نمیتونیم استفاده کنیم ولی ما میتونیم که ایره با قانونی ساختن از این و با ساختن موسساتی که میتونه ایره به صورت بسته‌بندی درست به معیارهای بین‌المللی کنه و ایره صادر به اساس لایسنس کنه ما میتونیم یک قسمت دهاقین مصروف نگه کنیم که از دفعتن عواید خود دست ندن اما به مرور زمان ما از آقای قریشی گفتم که در حدود 20 ولایت افغانستان مصروف کشت خشخاش است ما خود نمیتونیم دفعتن تمام 20 ولایت افغانستان عاید چقدر کنیم این باید به تجهیز صورت بگیره در ولایتی که این مثلا هلمند و اطراف از او که این در حدود 40-50% یا بیشتر 60% عاید چانه تشکیل میده در اینجا ما این رو به شکل قانونی تولید کنیم بسته‌بندی کنیم و زیر نظارت صادر کنیم و در دیگه جای آساستایی بدیل برش پیدا کنیم قسمی که دوستان گفتن یعنی این خواستان است که ما قطع کنیم و بریم دست ببریم بکشیم پلیس روان کنیم بزنیم بکوبیم این آسان است ولی ما رای سخت باید در پیش بگیریم رای زیری بگیریم که ما چطور میتونیم به قلم قانونی و مشروع صادراتی افغانستان مبدل کنیم آقای خالدی با در نظر داشت این که دست های بزرگ از مافیای منطقوی و جهانی در عقب کشت کوکنار در افغانستان وجود دارد بدیل زود هنگام بر دهاقین افغانستان در حال حاضر نیست چگونه به نظرتون این وضعیت میتونه مدیریت شود؟ ما عرض کردم که دولت اگر طالبان ما بتانیم دولت بگوییم یا همی حاکمیت طالبان که در قدرت هستند یا راهای آسان پیدا میکنن به هرچی نمیگن نگفتن آسان است ولی ساختن اعمال یک سیستم یا ایجاد یک سیستم مشکل است یا اگر خودشان قادر نیستن باید کادرهای تخصصی افغان دعوت کنن که کمکشان کنه در این قسمت کادرهای تخصصی رو دعوت کنن در این زمینه چگونه ما میتونیم که کشت خشخاص کوکنار از یک به اصطلاح تولید غیر قانونی مافیایی مبدل کنیم به یک تولید مشروع
اقتصادی در کشور که نفع افغانستان او باشه. این طالب ها باید یک کمیسیونی رو ایجاد کنند. خب درشان هر عاقل و عالم خدا که میخواهند در رأس کمیسیون نصب کنند، اما از کادر و متخصصین افغانستان دعوت کنند، اشخاص مثل آقای قریشی که معلوم میشه معلومات کافی در قسمت قاچاق و خشخاش و تریاق داره، با این گونه اشخاص دعوت کنه که بیا در این اشتراک کنه. من چندین سال به ایس مدیر عمومی ایسای زراعتی در اداره مرکزی ایسای یک کار کردیم. من میفهمم که تولیدات در افغانستان از لحاظ زراعتی چقدر است. این زمان رو که مرز میکنم زمان 1979-1980 است. ما آگاهی کامل دارم از ظرفیت اقتصادی افغانستان و کش کراپ افغانستان چیست. مثلا ما در اون زمان امکانات از این موجود بود که کچالو در افغانستان بکاریم، در بامیان روان کنیم به ایران، برای که کچالو در ایران محدود بود. ایرانی ها به میلیون ها تن پیاز از هند وارد میکنند. ما در پالو ایران قرار داریم، از افغانستان میتونیم که پیاز تولید کنیم و به ایران روان کنیم. یعنی بدیل های بسیار زیاده وجود داره. اگر ما همینطور طالب های اعتماد کنند برای افغان های خود و یک کادر های تحصیل یافته متخصص دعوت کنند که در رشته های مختلف واره یاری کنند، من در این 8 ماه میگذره من کاملا تمام اعتماد خود به طالب ها از دست دادیم، برای اینکه تا حالا هیچ کار نکردن. ما هر روز در تلویزیون ها، در رادیو ها، در مصاحبه ها امیر مشوره دادیم به طالب ها که شما برادر ها اگر شما یک چیز را ما در سیاست شما کار نداریم، اما شما بگیرین امی از کادرهای متخصص افغان استفاده کنین که متخصص خارجی خال نمه، شما حداقل از این کادرهای متخصصی افغان استفاده کنین یا دعوت کنین که بر شما در این زمین ها مشوره بتن که امو کارهای سخت ما بتونیم. بسیار تشکر.